بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس درود بر شما من استیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز شنبه 12 همه آبان ماه سال 2583 ایرانی 1403 خورشیدی برابر با دوم نوامبر سال 2024 توجه بفرمایید علی خامنه ای امروز در سخنانی که در سال روز حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در سال 58 انجام داد بار دیگر آمریکا و اسرائیل را تهدید به واکنش نظامی کرد و با ادبیات خاص حکومت ایران وعده پاسخ دندان شکن داد همزمان علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران نیز گفت پاسخ تعرض جدید آنچه دشمن خواند قطعی و قاطع خواهد بود حسین معروفی هم معاون هماهنگ سازمان بسیج با تاکید بر اینکه کار نیمه تمام باید تمام شود کار نیمه تمام را از بین رفتن اسرائیل دانست و گفت که مردم باید با استحکام ها را همراهی کنند از سوی دیگر اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره پاسخ نظامی به اسرائیل در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گرفته شده است این سخنان در شرایطی مطرح می شود که تمامی تصمیمات مهم در جمهوری اسلامی بدون اجازه علی خامنه ای اتخاذ نمی شود. اسماعیل کوسری که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران که روز شنبه دوازده آبان منتشر شد بدون اشاره به زمان این تصمیم گفت اکثر بل اتفاق یا بگوییم همه اعضای شورای امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل موافقت کردند و اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی وضعیت استراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد دستور تمدید فرمان اجرایی هفتاد برای یک سال دیگر روز جمعه 11 آبان به امضای بایدن رسید برابر بیانیه کاخ سفید جو بایدن در فرمان خود تصریح کرده است که روابط ایالات متحده با ایران هنوز عادی نشده و از این رو وضعیت اضطراری ملی باید پس از 14 همه نوامبر امسال برای یک سال دیگر ادامه بیابد. فرمان اجرایی شماره 1217 در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و ده روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد و از آن زمان هر ساله توسط تمامی رؤسای جمهوری ایالات متحده تمدید شده است در این فرمان آمده است که ایران یک تهدید غیر معمول و فوق علیه امنیت ملی سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا است افسون بر این فرمان اجرایی 12957 نیز وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران اعلام کرده و رؤسای جمهور آمریکا هر سال درباره تمدید آن تصمیم می‌گیرند این فرمان در 15 مارس 1995 از سوی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده و برای مقابله با تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا صادر شد و اما پنتاگون اعلام کرد که در راستای حفظ امنیت شهروندان و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه میانه و حمایت از اسرائیل وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام نافشکنهای مجهز به سامانه دفاع موشکی سکادران جنگنده ها، هواپیما های سوخت رسان و بومبفکن های دوربرد بی 52 به منطقه را صادر کرده است. بمب بی 52 که توانایی حمل سلاح هسته ای دارند به طور مکرر برای هشدار به جمهوری اسلامی به میانه اعزام شدند این دومین بار در ماه جاری است که این بمب استراتژیک به منظور تقویت توان دفاعی به منطقه فرستاده می شوند این نیروها در ماه های آینده و همزمان با خروج ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن مستقر خواهند شد در ادامه ی روند افزایشی قیمت ارز در بازار تهران قیمت هر دلار آمریکا در نخستین ساعت معاملات صبح شنبه دوازدهم آبان ماه با افزایش 600 تومانی به 69100 تومان رسید بررسی سایت های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز نشان می دهد که در بازار ارز تهران قیمت هر پاند بریتانیا به مرز 90000 تومان رسیده است در این بازار درهم امارات متحده عربی نیز به عنوان اثرگذارترین ارز بر قیمت سکه به آستانه 19 هزار تومان رسید بر همین اساس بهای دلار حواله ای نیز در مرز 70 هزار تومان قرار دارد در بازارهای جهانی نیز قیمت اونسه طلا به 2735 دلار رسید و در پی این افزایش قیمت هر گرم طلای 18 ایار در ایران به 4 میلیون و 600 هزار تومان رسید و اما دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرد و از آلمانی های ساکن ایران خواست که خاک کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه 11 همه آبان هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این سخنگو افزود دولت آلمان احتمال می دهد که به دنبال اعدام جمشید شارمخت شهروند آلمانی ایرانی مقیم آمریکا جمهوری اسلامی شهروندان آلمانی در کشور را به گروگان بگیرد و اما وزیر اقتصاد ایران گفت مصوبه دولت مبنی بر وضع تعرفه 96 درصدی برای واردات آیفون مصوبه آنها نبود و به زودی اصلاح می شود. عبدالناصر همتی روز شنبه دوازدهم آبان در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت تعرفه 96 درصدی برای واردات آیفون مصوبه ما نبوده و به زودی اصلاح می شود و احتمالا نزدیک به 30 درصد باشد این ادعای وزیر اقتصاد در حالی است که در مصوبه هیئت وزیران که نهم آبان منتشر و واکنش برانگیز شد سود بازرگانی واردات آیفون 96 درصد تعیین شده بود به این معنا که متقاضیان پس از رفع ممنوعیت واردات آیفون باید تا دو برابر قیمت اصلی هزینه بدهند و ما فرونشست زمین در منطقه چیزر در تهران باعث ریزش بخشی از دیوار امامزاده اسماعیل چیزر و تخلیه چند خانه در این محله شد این حادثه عصر جمعه 11 همه آبان رخ داد و به دنبال آن بخشهایی از ضلع جنوبی خیابان هستی و کنارگذر امامزاده اسماعیل دچار فروریزش شد دلیل احتمالی فرونشست زمین در منطقه چیزر حرکت آب و قنات ها اعلام شده و همزمان دو ساختمان با احتمال خطر در این محدوده تخلیه شدند با این حال به گفته یک مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در اثر این حادثه یک گود ایجاد شده و آب در حال وارد شدن به گودال است بنابراین بعید به نظر می‌رسد که خود این گودی باعث این اتفاق شده باشد و اما یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی تحت عنوان بشکه باروت بازنشستگی به بحران صندوق بازنشستگی پرداخته و نوشته 197 شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور وجود دارد که کل ارزش دارایی های شرکتی صندوق بازنشستگی فقط کفاف 18 ماه مستمری صندوق را میدهد. روزنامه همیهن در این گزارش تأکید کرده بر اساس آخرین صورتهای مالی شرکت ها کل بازدهی نقدی شرکت های صندوق بازنشستگی فقط 8 درصد است. بر همین اساس این گزارش می بعضی از شرکت های صندوق بازنشستگی مانند بشکه باروت بوده و زیان انباشته 1600 میلیارد تومانی این شرکت ها آنها را به مرحله بحران رسانده است. و یک روزنامه چاپ تهران در گزارش اعلام کرده که اخص شهریه از والدین در مدارس دولتی با همکاری مدارس و بازرس آموزش و پرورش صورت میگیرد و برخی از بازرسان منطقه به مدارس اعلام کردند که شما از والدین پول بگیرید ما هم به اولیا میگوییم پیگیری میکنیم روزنامه اعتماد در این گزارش تاکید کرده این موضوع را اداره آموزش و پرورش هر منطقه و وزارتخانه هم میدانند اما به دلیل کسری بودجه کاری از دستشان بر نمیآید اعتماد همچنین به نقل از یک معلم کلاس اولی ابتدایی نوشته بود هر سال مدیر از ما میخواهد شهریه را تحت عنوان کمک به مدرسه در طول سال از دانش آموزان دریافت کنیم زیرا مدرسه برای خرچای اولیهش هم دوچار کم بود است از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با مجموعه خبری امروز همراهی سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد فقط و فقط یک نام دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99, -99. معتبر برا جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاتونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818 377 31 818 344 5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جلع وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جلع وسیعتنامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818 577 77 59 ادامه خبرها ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه دو عضو ارشد حزب الله به نامهای معین موسا عزالدین فرمانده یکان یگان منطقه‌ای ساحلی و حسن حسن ماجد دیاب فرمانده ی بخش توپخانه این گروه را در شهر سور لبنان حذف کرده است بر اساس بیانیه ی ارتش اسرائیل دیان مسئول شلیک بیش از 400 فروند راکت به سمت اسرائیل طی یک ماه گذشته از جمله راکت مرگبار روز پنجشنبه به کرایوت در نزدیکی خلیج حیفا بود که موجب کشته شدن یک مادر و فرزند شد حزب الله لبنان از فردای حمله تروریستی 15 همه مهر 1402 به طور یک جانبه حملات راکتی و پهپادی خود به شمال اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل هم در واکنش با انجام حملات شدید علیه مواضع این گروه در لبنان و سوریه علاوه بر کشتن صدها تن از اعضای این گروه مورد حمایت حکومت ایران رهبر و فرماندهان ارشد نظامی این گروه از جمله حسن نصرالله را از پای درآورد و اما کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد سوریه روز جمعه 11 آبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هشدار داد که سوریه در حال وارد شدن به درگیری فاجعه باری است که منطقه خاور میانه را در بر گرفته است. به نوشته وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این گزارش حاکی از آن است که تشدید تنش در منطقه دوباره موجب آوارگی بیش از 300 هزار پناهجوی سوری شده است که از حملات هوایی اسرائیل به لبنان از این کشور به سوریه گریختند. کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد سوریه گفت این گروه بسیار بزرگ همانند بیش از 100 هزار شهروند لبنانی به سوریه کشور جنگ زده و ویران شده ای هستند که خود شاهد حملات هوایی فزاینده اسرائیل بوده و به شدت ناامن است. کمیسیون با اشاره به بحران انسانی و اقتصادی گسترده در سوریه افسود این موضوع که آن گروه از پناهجویان سوری که ترس موجهی از آزار و شکنجه در کشور خود دارند در حال فرار به سوریه هستند نشان دهنده انتخاب غیر ممکن است که با آن روبرو هستند اینکه آیا جان خود را در معرض بمباران در لبنان به خطر میاندازند یا به سرزمینی بازگردند که ممکن است با تهدیدهای مرگباری آنجا مواجه شوند تا روز پایانی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تنها چهار روز دیگر باقی مانده و کاملا هریس و دونالد ترامپ دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه این انتخابات تمرکز خود را بر هفت ایالت چرخشی گذاشتند و در تازه ترین سفرهای خود به شهر حساس میلواکی در ایالت ویسکانسن رفتند. به گزارش شیت پرس تجمع های انتخاباتی دو نامزد در شامگاه جمعه 11 آبان در میلواکی تنها حدود 11 کیلومتر از یکدیگر فاصله داشت. میلواکی دارای بیشترین تعداد دموکرات در ایالت ویسکانسین است اما ساکنان هومه ای این شهر اکثرا جمهوری خواه هستند. از ویسکانسین و شش ایالت دیگر شامل نوادا، آریزونا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا با عنوان ایالت های چرخشی یا میدان نبرد یاد می شود و این ایالت ها به دلیل آرای نزدیک دو رقیب نقشی سرنوشت ساز در راهیابی یکی از این نامزدها به کاخ سفید دارند. مقام های اطلاعاتی آمریکا ویدیویی را که مدعی چند بار رأی دادن یک مهاجر در ایالت جورجیاست ساختگی و کار افراد مرتبط با روسیه خواندند. در ویدیوی کوتاهی که در شبکه اجتماعی منتشر شده فردی رو به دوربین ادعا می کند که مهاجری از هاییتی است و در ایالت جورجیا چندین بار به کاملا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری رأی داده است سه نهاد اطلاعاتی ایالات متحده روز جمعه 11 آبان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این ویدیو توسط عوامل نفوذ روسیه ساخته شده و بخشی از تلاش گستردهتر مسکو با هدف اشاعه تردید و طرح پرسش‌های بیاساس در مورد صحت انتخابات آمریکا و ایجاد اختلاف بین شهروندان این کشور است. جورجیا یکی از هفت ایالت چرخشی است. برت رافنسر وزیر خارجه ایالتی در جورجیا پیشتر گفته بود که جعلی بودن ویدیوی منتشر شده را در شبکه, شبکه های اجتماعی بدیهی می داند و احتمالا توسط مزرعه های ترول روسی تولید شده است وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 11 آبان از ارسال کمک های نظامی بیشتر برای رفع نیازهای حیاتی در اوکراین خبر داد بر اساس بیانیه این وزارتخانه این 69 همین کمک تجهیزاتی دولت بایدن به اوکراین از ماه اوت سال 2021 است که از موجودی های وزارت دفاع تأمین می شود. بسته مجوز ریاست جمهوری برای برداشت که ارزش آن 425 میلیون دلار تخمین زده می شود، قابلیت های بیشتری را برای برآورده کردن نیازهای دفاعی اوکراین به این کشور ارائه می دهد. فوریترین ترین نیازهای اوکراین آنطور که در بیانیه وزارت دفاع آمریکا به آن اشاره شده است شامل رهگیرهای دفاع هوایی مهمات برای سیستم های موشکی و توپخانه خودروهای زرهی و سلاحهای ضد تانک است این کمک ها در شرایطی ارائه می شود که گزارش شده است حدود 8000 سرباز کره شمالی در حال حاضر در روسیه و نزدیک مرز مشترک با اوکراین مستقر شده و آماده کمک به کرملین برای جنگ با نیروهای اوکراینی در روزهای آتی هستند از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید هی در, در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با شماست هیدری لا با بهرهگیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از ده وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود 818 818 0707 هیدری لا گروپ دات وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سنتامونیکا مونیکا دوشنبه تا جمعه ده صبح تا پنج بعد از ظهر تلفن 310 441 1200 داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه یادتون قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه سالم کاملا طبیعی خوشتم تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی امتحان کنین خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه بینندگان گرامی با چند خبر پیرامون موضوع حقوق بشر در درون مرزهای میهنمان برنامه خبری امروز را پی گرفته و به پایان میبرم سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 11 آبان خبر داد که حکم دستکم پنج زندانی از جمله یک طبعه کشور افغانستان که در پرونده های جداگانه با اتهامات مربوط به مواد مخدر، محاربه و یا قتل عمد به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، صبح چهارشنبه نهم آبان در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمده است. به نوشته ی وبسایت این سازمان اطلاعات جدید نشان می‌دهد که روز دوم آبان نیز حکم یک زندانی دیگر که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود و از اختلالات روانی رنج می‌برد در این زندان به اجرا درآمده است به این ترتیب شمار اعدام‌های روزهای اخیر در این زندان به 6 تن افزایش یافته است و ما سازمان حقوق بشری هنگاو روز جمعه 11 همه آبان از اعدام دستکم کم 161 زندانی در ایران در ماه گذشته میلادی و رشد بیش از 100 درصدی اعدام ها در مقایسه با یک ماه قبل از آن خبر داد و اشاره کرد که ماه اکتبر پر اعدام ترین ماه در سال جاری میلادی بوده است. این آمار در مقایسه با اعدام 78 زندانی در ماه سپتامبر ماه گذشته میلادی رشدی 106 درصدی داشته است بنابراین گزارش در ماه اکتبر ماه گذشته میلادی دست کم یک کودک مجرم یک زندانی سیاسی پنج زن و نه شهروند افغانستانی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند و اما مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با تاکید بر اینکه وضعیت زنان و دختران در ایران از لحاظ حقوق بشر بدتر شده است از حکومت ایران خواست تا حقوق زنان و همچنین حق حیات را در اولویت قرار دهد. خانم ساتو روز جمعه 11 آبان با اشاره به نخستین گزارش خود که چندی پیش به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد تصریح کرد که به نگران واکنش حکومت ایران به جنبش زن زندگی آزادی و لایحه حجاب و عفاف است او در نخستین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به عدم بهبود آشکار در زمینه های مختلف حقوق بشری ایران در طول سالهای گذشته به موضوع زنان اشاره کرده و گفته است در حوزه رفتار با زنان وضعیت در واقع بدتر شده است او در گزارش خود همچنین یادآور شده است که ایران هنوز کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است و اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت مقامات زندان حکومت ایران با خودداری از دسترسی به مراقبت های پزشکی مورد نیاز نرگس محمدی این فعال بازداشت شده و برنده جایزه صلح نوبل را به آرامی میکشند. هیلاری کلینتون تاکید کرده به کارزار درخواست مرخصی فوری پزشکی برای نرگس محمدی میپیوندد در همین رابطه اطلاف آزادی نرگس روز پنجشنبه سوم آبان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او و خواستار دسترسی فوری وی به درمان پزشکی ضروری شده بود همچنین شماری از زندانیان زنان زندانی در اوین روز چهارشنبه سوم آبان در نامه ای که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری ها رسید نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی زندانی سیاسی برنده جایزه صلح نوبل و جلوگیری مقامات زندان از اعزام او به بیمارستان ابراز نگرانی کردند و اما وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرده آین نامه حذف افراد پردرآمد در دولت مطرح بررسی و به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن در هفته جاری عملیاتی می شود. خبرگزاری حکومتی تصنیم به نقل از احمد میدری نوشته در لایحه بودجه سال آینده برای پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان چیزی دیده نشده است. میدری همچنین از بایگانی شدن طرح کمک معیشتی کالایی خبر داده و گفته در لایحه بودجه 1404 اعتباری برای کالابرگ الکترونیک دیده نشده است و اما خانه پرستار و کانال تلگرامی شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران از برگزاری های اعتراضی پرستاران در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی در یزد و فسا و نیز پرسنل فوریت های پزشکی در مشهد در روز شنبه دوازدهم آبان خبر دادند. این تجمعه ها در ادامه اعتراضات پرستاران در مناطق مختلف ایران به تحقق نیافتن مطالباتشان از سوی مقامات جمهوری اسلامی برگزار شدند بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی این دو تشکل سنفی پرستاران معترض شعار میدادند فکر نکنید امروز وعده ما هر روزه و در تجمع اعتراضی پرسنل اورژانس 115 مشهد در ساختمان قریشی دانشگاه علوم پزشکی نیز شعار داده شد وعد وعید کافی سفره ما خالیه از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجموعه خبری بسیار سپاسگزارم شب و روزتان بخیر پاینده